سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. این روزها ناآرامی های در ایران اتفاق افتاده که به بهانش هر کسی یه حرفی میزنه که اصلا با گذشته بعضی از اینهایی که این حرفا رو میزنن همخوانی نداره. من یه سری فیلم و عکس زیرخاکی پیدا کردم که قطعا شما رو شوکه میکنه، قطعا شما رو حیرت زده میکنه. دوست دارم یک بار با هم دیگه بخشش رو بریم بررسی بکنیم. افرادی هست که ما اینا رو میشناسیم و این روزها بلبل زبون شدن. یکیشون در مقابل دوربین نشسته، رضای پهلوی، اخیراً برگشته گفته که انقلابی اتفاق افتاد برای اعتراض به فقر، برای اعتراض به بیکاری، برای اعتراض به مشکلات مردم و به خاطر این انقلاب به اصطلاح خودمون ما هم اومدیم حرفایی داریم برای گفتن چیزای شیک. دمت گرم، ازت ممنونم. و یک سوال ازت دارم، اگر کشور رو در نظر بگیریم که درگیر فقر هست، درگیر مشکلات معیشتی هست و درگیر چیزهای از این دست هست و در این حال مردمش، اونایشون که تلویزیون دارن، تلویزیون روشن میکنن که ببینن چه خبره در دنیا، چه خبره، نگاه میکنن که اه عجب خبر مهمی، تولد شاهزاده است، تولد شاهزاده است، چه خبری از این مهمتر؟ نظری داری در باره همچین کشوری؟ ما میخوایم بریم یه کشوری رو با هم بررسی کنیم که همه اینهایی که تو داری میگی رو داشته، به شکل وحشتناکی داشته. فقر در حاشیه مرزهاش مثل امروز نبوده. البته این داخل پنتز بگم، منظورم نیست که در دیگر نقاط کشور نیست. در دیگر نقاط کشور هم نکاتی داریم و چیزهایی داریم که نباید و نمیشه انکارش کرد. اما به شکل فاجعه باری در پایتختش دیده میشده، به شکل ترسان که دیده میشده. که حالا ویدیوهای اصلاً بررسی خواهیم کرد در روزهای پیش رو. همزمان با این مشکله، وقتی که مردم تلویزیون هاشون رو روشن میکردن، چیزی که میدیدن تولد یک شاهزاده بوده. شاهزاده‌ای که امروز از فقر و بیچارگی مردم و حرفای از این دست ناراحته. بریم ویدیو ببینیم، بریم ویدیو ببینیم، برمیگردیم. نکاتی دارم که خدمت شما عرض کنم. که دوستان، ویدیویی که روی صحبت من مشاهده میکنید مربوط هست به تولد رضای پهلوی. بریم یک دور تو اون فضا ببینیم ماجرا به چه شکل بوده. این نورافشانی هست که انجام می شده بر اساس اون چیزی که در رسانه ها بهش اشاره کردن و خبرگزاری ها پیرامونش صحبت کردن. این نورافشانی و این جنس از جشن توسط هواداران سلطنت طلب، ببخشید، سلطنت پهلوی در نقاطی از کشور انجام می شده. یعنی این شکل نبوده که شما فقط در تهران شاهد همچین چیزی در خانه خودشان باشید، نه، عده‌ای به دلایل مختلف خوشحال می‌شدن از اینکه تولد شاهزاده است. ببین داخل کاخ رو یک بار ببینیم فضا چه شکلی بوده. بله، روی صحبت من فضای داخل کاخ رو دارید مشاهده می‌کنید. ضیافتی برپا بوده است و میهمان‌ها رو دارید می‌بینید. علت داره که من روی این قضیه وایسادم خدمت شما عرض خواهم کرد. بله، افراد بزرگترهای کشور جمع شدن دور هم به بهانه یک جشن که این رضا پهلوی کنار مادر بزرگش دارید مشاهده میکنید. میخوایم بریم بخشی از این جشن رو باش همراه بشیم. منطور من قبلش یه سوال میخوام بپرسم، از فقر و بدبختی و بیکاری این صحبت تو ناراحتی؟ نه، ببین، تو ناراحتی از این که تو توی ایران کاره بودی؟ اون کاره چی بود؟ تو بچه شاه بودی، شغل تو در ایران این بود که بچه شاه بودی، به پول امروز 370 میلیون تومان میگرفتی چون بچه شاه بودی در سن یک سالگی. بررسی خواهیم کرد، سند داریم بررسی خواهیم کرد. اونو از دست دادی، ناراحتی، هیچ چیز دیگه ای هم وجود نداره. بریم ویدیو ببینیم، شاید ماجرا خیلی ویژه تر خودش نشون بده. کمی با فضای این جشن دوست دارم با هم دیگه همراه بشیم. بله دوستان، اجازه بدید من صدا رو قطع کنم، حق کپی رایت نداشته باشه. خانواده سلطنتی رو دارید مشاهده میکنید به اصطلاح خودمان. فضای داخل محل جشن هست. اینجا این ژانگولر بازی داره انجام میشه. ببینیم واکنش دربار و کسانی که هستن. یه بودی ببینیم، من احساس میکنم که بله اعلیحضرت خوشحاله، ولی بچه شاه همچین ارتباطی نگرفته.
بچه شو انگار جذاب نبود، این همه هزینه کردید، همه چی کردید برای این بخش، رو فکر میکردید که مقدار خوشحال بشین بچه دیگه. این چه ناکارآمد، چه کسی دستور این داستان رو داده که این بچه نتونست ببینید اصلا چهره مشخص ناراحته؟ ادامه شو ببینیم. بله، تو کاملا مشخصی که شاهزاده اینجا اصلا نتونست ارتباط بگیره. فقر و بدبختی، و فقر و بدبختی کجا بوده مدک؟ تو نگران بدبختی مردمی، تو نگران این هستی که این ضیافت ازت گرفته شده، تو نگران این هستی که این شادی ازت گرفته شده، تو نگران این هستی که حقوق 370 میلیون تومان در یک سالگی ازت گرفته شده. بریم ادامه شو ببینیم. بله، اینجا لحظه ای هست که شاهزاده آماده میشوند که شمع رو فوت بکنن. بله، تبریک میگم به ملت شریف ایران. و این لحظه آخر رو من این بنده خدا داشت چی دودار رو میزد کنار، اینو این ایراد به اینش نمیشه گرفت. لحظه آخر بود که تلاش کرد شاهزاده دودکار رو بزنه که خیلی هم قوی این کارو کرد، یعنی حقوقش رو به نظر اومد افزایش بدن به خاطر این شاهکاری که انجام داد. پس فقر و فلاکت و مشکلات مردم ایران، فرض بگیرید الان مشکلاتی در کشور هست، بدبختی‌هایی هست، یه نفری تو تهران پیدا شد از مسئولانی که تو شورای شهره، مشخص شد این یک حقوقی میداده به رئیس دفتر خودش که اون رئیس دفترش یک دختر خانم دهه 80 بوده، از قضا دختر خودش بوده. ببین چه جهنمی براش درست کردن. سری اومد گفتش که آقا من حقوقو نمیدونم چشی کردم، رئیس دفترم کجا رفته. یه سری اومدن گفته نه کنار رفته و حقوقش رو پرداخت نکردم و اینا، حرفه، باید برخورد بشه. اونایی هم که اومدن پشتش وایسادن یه جوری سعی کردن مال بکشن، با اونا هم باید برخورد. این ایران امروزه، این فیلمی که داری مشاهده میکنی مربوط به ایرانیه که درش تولد شاهزاده بوده، تو فقر و بدبختی و فلاکت بودی، تلویزیون همزمان پخش میکرده. این چیزی که من و تو پخش میکنه که ایران وضعیتش خیلی خوب بوده، اثبات بکنم. این عکس خانوما لختای که چیز بودن پخش بکن ببینن تو خیابون، دیدی همه لختن؟ چجوری نمیفهمی که وضعیت وطن خوب بوده؟ چند تا عکس برهنه دیگه من به شما نشون بدم، به شما اثبات میشه که به اصطلاح خودمون وضعیت ایران خوب بوده در دوره پهلوی. درک مخاطب در همین حد آوردن پایین دیگه. نه، ایران این شکلی بوده. این آدمی که امروز میاد برمیگره میگه که آقا من نگران مردم ایران هستم، نگران فقر هستم، اون موقع نگران فقر نبودید، این شکلی دوره هم بزم و شادی و چیزا این شکلی داشتی نبودن حتما. بریم ویدیوی دیگری ببینیم. ویدیوی دیگری ببینیم از یک خانواده که این خانواده به شدت روی تحصیل فرزندان خودشون حساسیت داشتن. چجوری حساسیت داشتن؟ مثلا این شکلی حساسیت داشتن که مادر میره پیش پدر خانواده میگه که محمد رضا، من احساس میکنم که باید یه فکر ویژه‌ای برای بچه‌ها بکنیم. تو به دلیل مشغله هایی که داری، من هم به دلیل مشغله هایی که دارم، فرصت نداریم صبح بچه‌ها رو ببریم به مدرسه برسونیم. محمد رضا میگه خود چیکار بکنیم؟ خانم نظر شما چیه؟ میگه هلیکوپتر بگیریم. هلیکوپتر بگیریم، بچه‌ها با هلیکوپتر رو مدرسه. همین رضای پهلوی و اینا با هلیکوپتر میرفتن مدرسه. ببینیم ویدیوشو، برگردیم ببینیم چه کسی این روسا داره از فقر صحبت میکنه. ببین آقا دقت کنید، من انصاف به خرج دادم توی مطالبی که این چند وقته خدمت شما ارائه دادم. اونجایی که ما قرار بوده درباره مریم رجوی صحبت بکنیم، من پرداختم به وضعیت زنان در داخل فرقه و پرداختم به خیانتهایی که در دوره جنگ تحمیلی به ایران داشتی. یک سوالم گذاشتم روی میز، یک سوالی که اینا براش جوابی ندارن. آقا الان جمهوری اسلامی رفت کنار، شما و رضا پهلوی اومدید شدید مسئولان کشور، شما میخوای صدام پیدا بکنی. اگه با رضا به اختلاف برخوردی، دوباره میخوای یه صدام پیدا بکنی، حمله بکنی به کشور، پس تو غیر قابل اعتمادی. ببین من به جاش اومدم، حرفمو صریح در اینها زدم. این چیزی که دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر انصاف داریم، اگر وجدان داریم، من با رفقایی هستم که اینا ممکن است تحت تاثیر جماعت سلطنت طلب و رسانه اینها باشن، اگر اینها رو در نظر داریم، این فضای کشور بوده. یا آقا امروز این کسی که امروز داره از فقر و این چیزا صحبت می‌کنه، این شکلی می‌رفته مدرسه. ببینید ویدیو رو. The Empress brings them to the helicopter and like any mother, she gives them last minute advice and instructions. Each child has its own helicopter because of security reasons and as a safeguard against unforeseen accidents. بله، لحظه دیدیم رضا پهلوی بود، درسته؟ یا من شروع می‌کنم. از این ناراحته. آقا شما تا دیروز با هلیکوپتر میرفتی مدرسه، انقلاب شده، مردم رفتن کف خیابونها، بعد تو میدونستی نفر بعدی تویی، توی این مملکت نفر بعدی توی، فرمون دست توی. خوب تو الان نیستی تو این داستان،
صلاحیتش نداری، همون ورم که ایستادی دور و بری دارن مسخره میکنن، 350 هزار تا رای برای جمع کردن، شما باشی کلافه میشی یا نه؟ این رفتارهایی که این روسا از این جماعت میبینیم، تقلاهایی که میکنن برای وطن نیست، برای اینکه این موقعیت رو از دست داده. ادامهش رو ببینیم. In the interviews with the author, the empress readily admitted that like other parents all over the world, she too has problems with the education of her children. چقدر احساسات، چقدر همینو بدی منو تو پخش بکنی، میگه ببین اصل شهبانو چقدر فرزندا رو دوست داشته. ما چجوری میتونیم به مردم توضیح بدیم که مردم باید بچه‌هاتون دوست داشته باشین؟ یک مادریه، مادر بچه‌ها رو میخواد بفرسته مدرسه با هلیکوپتر، هم اصلا نگرانه. بعد گفتم هلیکوپتر، ببین چقدر تحصیل بچه برای اینا مهم بوده. هلیکوپتر نظامی رفتن مثلا قرارداد بستن، خریدن، هزینه کردن، باش بچه میفرسته مدرسه. ما چجوری؟ شما هر چقدر میخوای حدیث از پیغمبر تو، قرآن تو، اینا رو کن، بگو به اصطلاح خودمون تحصیل علم مهمه. ما با فیلم به ملت نشون میدیم این کارا رو ما انجام میدادیم برای اینکه ملت بفهمن علم مهمه. بله، همینو بدی منو تو، این شکلی ماله رو میکشه روشو پخش میکنه. دلغکی که این روسا نگرانه وطن شده است، نگران این هلیکوپتر بازیش بود. آقا امروز فیلمشو نگاه نکن، سکوی پرتاب آماده میکنن، موشکو آماده شلیک میکنن، روسا وقتی من دیدم مشهد میکنه شلیک میشه به سمت تهران. نه نه، نگران این بوده قبل اینکه موشک بازی این شکلی بکنه، هلیکوپتر سواری میکرده. بریم ادامهشو ببینیم. Mother is more inclined to leniency and the father is for strict education. The Shah is especially concerned about the education of the crown prince who is now 17. He is being educated in a special school in Iran to prepare him for his future duties. اصلا محشر بود این ویدیویی که ما دیدیم، بسیار بسیار محشر. بخصوص اون آخر شهبانو تاکید که گفت سری پرواز کن برو بچه‌ها رو برسون، تحصیل برای ما مهمه و نباید از این داستان‌ها عقب بمون. دوستان من یک سوال از شما دارم، کدوم یکی از مستبدین عالم رو امروز شما میتونید مثال بزنید؟ این رفیقای آمریکا، چه عربستان، چه جای دیگه، کدوم میتونی الان برام مثال بزنی بچه رو این شکلی بفرستن مدرسه؟ آقا اینو ولش کن، کدوم یکی رو میتونی الان برام مثال بزنی جشن تولد بگیرم برای بچه، تلویزیون رسمی مملکت بیاد پخشش بکنه تولد شاهزاده نمیدونم چی؟ من با این قسمتش مشکلی ندارم. اون چیزی که منو داره آتش میزنه این هست که این جماعت پلشت روسیاه سرفکنده، دو تا فیلم از خانم‌های معذرت میخوام اینجوری میگم لختی در دوره قبل پهلوی پخش میکنن تو منو تو، بعد میگن ایران آباد بوده پس شاهزاده. آقا ول کنید مسخره بازی ها رو، این پدر سوخته بازی ها رو ول بکنید. برگردیم به اون داستان ها، بخوایم مرور بکنیم، چیزایی هست که اصلا نمیشه بیانش کرد بخشش رو، شرم‌آوره. بریم مراجعه کنیم به تاریخ ببینیم که در تاریخ دیگر چه چیزایی اومده. من میخوام گزارشی برای شما بخونم از بخشی از کتاب اسدالله علم. یه نکته خیلی جالب درباره این کتاب وجود داره و اون نکته این هست که میگن یه وصیتی انجام میده، میگه بعد از اینکه مردم اگر نظام پادشاهی عوض شد این رو منتشر بکنید. 7 جلد کتاب، فکر کنم دوستان من بهتر از من اشراف دارم به این قضیه، اومده پرداخته به حقوق فرزند محمد رضا پهلوی، همین بچه شاه اومده پرداخته که چقدر این داره حقوق میگیره. بخونیم از جمعت، میگه که با آنکه جمعه بود شرفیاب شدم، بودجه مملکته، دارن بودجه رو میبندن، مهمه، جمعه و شنبه نداره، باید برم حلش کنم. با آنکه جمعه بود شرفیاب شدم، بودجه دربار را عرض کردم و به تصویب نهایی رساندم. ماشاءالله شاهنشاه در کار خودش چقدر سختگیری میکند. ما را گرفتن برای مثال فقط 500 هزار تومان اضافه نظارتخانه خواسته بودم، فرمودن به هیچ وجه لازم نیست. گفتم علا عزدی 500 هزار تومان شما لطفاً اضافه کنید به این قسمت، ما برای مسائل جاریه کشور میخواییم. برای به اصطلاح خودم میگه چیزهایی رو گفتم، گفتم این مخارجش انقدر میشه شما در نظر بگیم. میگه هیچ کدوم قبول نکرده. اون چیزی که قبول کرد یک عددی بود که والا حضرت یک دهمش رو به عنوان حقوق داشته دریافت میکرده. به چه دلیلی؟ به این دلیل که فرزند شاه بوده. تنها دلیلی که برای این مبلغ داشته این بوده که فرزند شاه بوده. بریم از اون متن بخونیم. میگه که فقط حقوق حقه و اضافه حقوق نوکرها و باغبانها رو تصویب فرمودن. آقا عجب ادبیاتی داره. میگه پادشاه حقوق نوکرهاش رو، ما درباره مثلا دوره اصل هم چی صحبت نمی‌کنیم، درباره ایران صحبت می‌کنیم. قبل 57، این 57ی که میگن ننگاور بوده، قبل 57 شما اگر در دربار بودی اسم شما نوکر بوده. اینجا داره میگه دیگه، میگه حقوق نوکرها و اینا رو به اصطلاح خودمون قبول کرده.
بالاخره کل بودجه دربار با حقوق والا حضرت همایونی که از اول تغییری نکرده و ماهی فقط 50,000 تومان. یه سه تا نقطه هم آخرش نوشته و به اصطلاح خودمون تأسف خودش رو تو این سه تا نقطه نشون داده. بریم بررسی کنیم ببینیم رسانه در این 50,000 تومان چی میگه. نوشته که با استناد به این خاطره رضا پهلوی از ابتدا ماهانه 50,000 تومان فقط به دلیل فرزند شاه بودن حقوق دریافت میکرده است. اصلا خیلی چیز عجیبیه. یعنی شما برو بگو آقا هر کجای دنیا میخوای برو اینو تعریف کن، بگو که یک سیستمی ما تعریف کردیم، الان دارن تو سرشون میزنن میگن رضا پهلوی رو بیاین بذاریم مسئول مملکت در زمان گذار، اگر مثلا جمهوری اسلامی بذاریم که اون موقعی که میخوایم یه سیستم بچینیم این تو اون بازه زمانی 6 ماه یه سال هر چقدر هست این رئیس مملکت باشه. آقا بچهش به دنیا بیاد میخواد حقوقش بده چون بچه اینه، باباش به این حقوق میداده چون بچه این بوده. میگه که با استناد به این قضیه به خاطر اینکه فرزند شاه بوده ماهی 50,000 تومان میگرفته. میگه وقتی این رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که در سال 1340 50,000 تومان معادل 357,000,000 تومان در سال 1400. بریم جلوتر. میگه 50,000 تومان در سال 1350 معادل عددی مشابه همین بوده است. رضا پهلوی در سال 1340 یک ساله و در سال 1350 11 ساله بوده است. آقا از یک سال تا 11 سال اگر ماهی 347,000,000 تومان 300,000,000 تومان اینطوره گرفته باشه چقدر میشه؟ عددش چقدر میشه؟ به چه دلیلی؟ برای چی اینو دریافت میکره؟ بریم جلوتر ببینیم دیگه چیزی مطرح شده یا نه. میگه که لازم به ذکر است که فرزندان شاه مناصب دیگری نظیر ریاست هیئت امنای بیشتر دانشگاه های کشور رو نیز بر عهده داشتن که قاعدتا حقوقی جداگانه برای آنها تعریف شده. از دیگر مناصب ولیعهد میتوان به ریاست انجمن خانه فرهنگ روسایی، دمشق هم پادشاه چقدر مسئله فرهنگ روسایی براش مهم بوده، دقت بکن آقا ما انصاف داریم این قسمتشو میگیم، حالا میریم جلوتر نخندید دارم جدی صحبت میکنم، چقدر مسئله فرهنگ روسایی براش مهم بوده که اینو سپرده به بچه خودش، به نزدیکترین شخص به خودش، به پاره جگر خودش، به شاه بعدی مملکت سپرده. دیگه چی سپرده؟ ریاست عالیه بازی ها و وزیر ببخشید ورزش و جوانان کشور. آقا دمت گرم، یعنی الکی نیست علی کریمی رفته چسبیده به رضا پهلوی ها. ورزش و جوانان کشور رو اون موقع سپرده بودن به ایشون. تو چه سنی؟ تو سن 8 سالگی. تو سن 8 سالگی رضای پهلوی برای ورزش و جوانان کشور چه گلی میخواسته به سر ملت بزنه؟ یعنی مثلا ورزشکار شما رفته الان آقا ترکیب تیم ملی رو چیدن، میخواد بره مسابقه بده مثلا با چی؟ مثلا تیم چکسلواکی، خب یا مثلا با کرواسی، نمیدونم یه کشوری آقا میخواد بره مسابقه بده بیا. الان شاهزاده چه کمکی میتونه در سن 8 سالگی به این بازی بکنه؟ یکی به ما توضیح بده. به مسئله ریاست انجمن خانه های فرهنگ روسایی در سن 8 سالگی ایشان چه کمکی میتونه بکنه؟ یکی به ما اینو توضیح بده. از 1 سالگی تا 11 سالگی پول میگرفته ماهی 50,000 تومان به این دلیل به ایشان پرداخت میشده که فرزند پادشاه بوده است. این سمت ها رو داشته، برای هر کدوم از اینا هم یه عددی میگرفته. ادامهش رو هم ببینیم. میگه که از سلاح علم در یادداشت روز 14 مرداد 1348 صراحتاً درباره وضعیت دستموزی آن دوران نوشته است: در ایران بین بالاترین و پایینترین حقوق 100 مرتبه اختلاف است، در صورتی که در مملکت پیشرفته این خیلی کم و حتی در اسرائیل فقط 3 مرتبه است. یعنی اگر پایینترین حقوق 100 تومان است، بالاترین 300 تومان، در صورتی که در ایران 10,000 تومان است. من عدد درست خوندم؟ اجازه بدید ببینم. ببین اگر این عددی که بله من عدد درست خوندم و اگر این عددی که اینجا داره میگه درست باشه، 10,000 تومان، یعنی شما حساب کن از بالاترین حقوقی که در مملکت پرداخت می‌شده رضای پهلوی 5 برابر از اون بیشتر می‌گرفته. یعنی یارو احتمالا یا یه جنرالی، یه سرداری، یه تهداری، یه چیزی بوده انقدر می‌گرفته دیگه. این عمو بیشتر می‌گرفته توی 1 سالگی. بریم ادامه‌اش ببینیم. میگه با استناد به آمار موجود حقوق ماهیانه یک کارگر ساده در سال 1351 برابر 312 تومان هفتگی 777 ریال بوده است. یعنی ولیعهد ماهیانه بدون کار کردن، بدون کار کردن، صرفا به خاطر اینکه فرزند شاه بوده، حقوقش 160 برابر کارگرها بوده. یا بذار این شکلی بگم، به اندازه 160 کارگر حقوق میگرفته. اینکه یک کارگر ساده در سال 1351 حقوق ماهانه
12 تومانی دریافت می‌کرده، مثل این است که حقوق همان کارگر در سال 1400 معادل 1,760,000 تومان بوده است. آقا شما یه چیزی حدود 1,700 دریافت می‌کردی، در شرایطی که شما همچین رقمی رو دریافت می‌کردی، شاهزاده چیزی در حدود 357 میلیون تومان به خاطر اینکه در یک سالگی دریافت می‌کرد، چون فرزند پادشاه بوده. این مردک امروز برای ما جلو دوربین میشینه، برمیگره میگه به خاطر فقر مردم قیام کردن. مردک، فقر در این مملکت بیداد میکرد، از تلویزیون جشن تولد توی جرثومه رو پخش میکردن. حالا تو امروز از فقر صحبت میکنی؟ دوستان فریب نخورید. بسیاری از داستانها، بسیاری از تردستی ها امروز برای فریب شما انجام میشه. من و تو امروز این داستانها رو تعریف نمیکنه. من و تو میگه آقا جون میپذیری که پهلوی دورش بهتر بوده و وضعیت وطن خوب بوده و مردم مشکل نداشتن؟ نه آقا، اون خانومو نشون بده. پذیرفتی؟ چرا نمیپذیری؟ اون خانوم هم نشون بده. اگه نپذیری به جای باریک آقا ساحل رو نشون بده. دیدی؟ دیگه حرف نزن، برو بشین تو اون اتاق به کاره بعدت فکر کن ببین مملکت چقدر آباد بوده. طول انتظارش نمی کنم، اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برای ما بفرستین. کسانی که به وطن خیانت کردن امروز بلبل زبون شدن، طرف نگران فقر مردم ایران شده در شرایطی که این وضعیت زندگیش بوده. و چیزهای دیگری هست. من دوست دارم که به بهانه این رفتارهایی که این روزها داریم میبینیم، 300 میلیون تومان سعودی داده به رضای پهلوی این دلقک بازی رو داره در میاره. به بهانه اینها به یاری خدا نکاتی دارم که مفصل خدمت شما عرض کردم. این نکته بود برای من بفرستین. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.